سلام، در سالهای اخیر هنر ایران و خاورمیانه در انگلستان بسیار مورد توجه قرار گرفته. هنر دوستان غربی نگاهشون رو به سمت هنر معاصر شرق برگردوندن. هنرمندان جوان و خوش عاطیه زیادی در لندن زندگی میکنن و تلاش دارن تا هنر غرب و شرق رو در هنر معاصر به هم پیوند بدن. یکی از اونها فربد مهر است. فربد مهر یکی از هنرمندان موفق در خارج از ایرانه که در زمینه هنرهای دیجیتالی کار میکنه. یه ایرانی یا هر کسی از یه ملیت دیگه توی یه کشور دیگه وقتی شروع به کار میکنه، اوایلش به نظر من تا وقتی که راهشو بتونه پیدا بکنه این کار سختیه، ولی وقتی که اون راهو پیدا کردش و جلو بری دیگه کم کم راهها و موقعیت‌ها برات باز میشه و اونجاست که کار آسان‌تر میشه و موقع میشه آدم بتونه به موفقیت برسه. من چون از بک‌گراند معماری وارد هنر شدم، توی معماری ما خیلی از کامپیوتر استفاده می‌کنیم تا خیلی از مسائل رو و هندسه‌های مختلف رو حل بکنیم. خب من از این چیزی که یاد گرفته بودم خیلی استفاده کردم و این رو وارد هنر ایرانی کردم و از چیزهای فرهنگیمون استفاده کردم، چیزهای تاریخیمون استفاده کردم و اونا رو تبدیل به هنر دیجیتال کردم. هنر دیجیتال هنری که از دهه 70 شروع شده و این هنر تا حدوداً 10-15 سال پیش زیاد توجهی بهش نبود، ولی وقتی که آکشن هاوس‌های بزرگ و موزه‌های بزرگ شروع کردن این هنر رو پروموت کردن و مردم نشون دادن، الان توجه خیلی بیشتر رفته سمتش. و خب جالبی این هنر و هنر ایرانی اینه که ایرانی‌ها خیلی از هندسه استفاده می‌کردن از قدیم و به توسط کامپیوتر خیلی از این هندسه‌ها و اشکال رو آدم میتونه به یه بُعد دیگه ای وارد بکنه. در واقع من توی کارام خیلی سعی کردم که شرق و غرب رو با هم تلفیق بکنم و این به صورت‌های مختلف بوده. یعنی مثلا من نوع هنر سورئالیستی که اینجا داشتن درست می‌کردن و اجرا می‌کردن رو سعی کردم با هنر قاجار قاطیش بکنم یه جورایی، و یا مثلا توی یکی از کالکشنام کارهای ملویچ که در دهه 20 و 30 از جیومتری و حالا سوپریماسی به قول خودش، یعنی والاگرایی که جیومتری داره رو داشت نشون میداد، این رو من با هنر هندسی ایران که توی مسجدها استفاده میکردن و اونها هم همین هندسه رو داشتن به یه چیز والا و بهش تشبیه میکردن رو با هم سعی کردم میکس بکنم. و خب میگم توی دوره‌های مختلف چیزهای مختلفی هستش که منو نظرمو بهش جلب میکنه و سعی میکنم اینها رو بهش فکر بکنم که مثلا اگر این دوره در ایران بود چجوری اتفاق میافتاد، و خب یه سری کار درست میکنم نسبت به اونا. او یک مجله اینترنتی رو هم برای معرفی هنرمندان ایرانی راه اندازی کرده. اون البته نمایشگاهی رو هم در مونته کارلو و حراجی بونمز در لس آنجلس داشته و همینطور یک نمایشگاه تک نفره در گالری ایوان در تهران داره. او امیدواره که بتونه از این طریق هنر دیجیتال رو به ایرانی ها بیشتر نشون بده.